ویدیو آموزش شربت یا شیره گل سرخ رو میخوام بدم. این شیره از تخم یا نهنج گل سرخ درست میشه. تو ویدیو قبلی اگه دیده باشین کامل من توضیحش دادم که چطوری اون رو تهیه میکنیم. این شیره رو در فصل پاییز درست میکنن و ازش برای گوشت برنج یا پارج یا خوراکی هایی که نیاز به شیره دارن استفاده میشه و سرشار از انواع ویتامین هاست، مخصوصا ویتامین C. خب ما این میوه های روز رو کندیم، میبینیم که اینا به این شکل هستن، همشون رسیدن، همه فصل پاییزه. بعضیشون نرم شدن، بعضیشون کمی سفتن. و همونهایی بودش که به رنگ سبز دیده بودیم در توی آب ریختم تا قشنگ تمیز بشه. به این شکل اینا رو باید پاک بکنیم. قسمت سرش رو میکنیم، تهش هم میکنیم و وسط نصف میکنیم. داخل هر کدومش رو میبینیم پر بذره. اگه اینا کاشته بشن خودشون تبدیل به گیاه روز وحشی جدید میشه، ولی ما به بذرش کار ندیم، همینو درسته میندازیم توی قابلمه که بجوشه. خود این گوشتش هم میبینیم که عشان رسیده و نرمی، عشان طعم شیرین میده. سمی هم نیست و پر از ویتامین C. اینا همیشه کمر رو اصلا نصف میکنیم، میرزیم توی قابلمه. خب اینا به این شکل در اومدن و اینا رو اصلا نصف کردم و میختم توی قابلمه. حالا به جوش میرزیم روش و میذاریم به مدت 5 تا 10 دقیقه اینا بجوشن. خب آب جوش رو اضافه کردم، میبینیم که به این شکل در اومده. این مقدار آبش به اندازه هر نیم کیلو از این گل ها من حدود 1 لیتر بهش آب جوش اضافه بکنیم. ما به شکرم احتیاج داریم، حدود نیم کیلو شکرم برای 1 لیتر آب احتیاجه. دارو میزیم 10 دقیقه بجوشه، درش هم نمیزیم. خب اینا آماده هستن و کاملا پختن و له شدن. این به این شکل در اومده، شما تو دست له میشه. و این شربتی که درست میکنیم ازش میتونیم خیلی استفاده بکنیم، چون اون از ویتامین C هستش. میتونیم اونو تو پارچ بریزیم یا اینکه روی بستنی بریزیم یا تو شیر برنج بریزیم. به عنوان یه جور شیره ازش استفاده کنیم که اون از منبع ویتامین C هم هستش. حالا این بویی هم که ازش در میاد دقیقا بوش مثل بوی لواشک آلو، همون بو رو میده و خیلی خوشبو هم هستش. ولی اگه شما دلتون میخواد که طعم و مزه دیگه بهش بدیم، میتونیم مثلا بهش وانیل بزنیم. اینجا مثلا میتونم بهش وانیل بزنم، میشه طعمش وانیلی. یا هر اسانس دیگه که دلتون میخواد میتونیم بهش بزنیم، برای خودتون قابل مصرف باشه و خوشایند. اینا ریختم توی صافی و صافش کردم. اینم مایه است که به این شکل در اومده. شما اگه بخواین ناخالصی‌هاش هم بیشتر بگیریم، میتونیم بریزینش توی فیلتر قهوه تا کاملا براتون صاف بشه. این تو همین حد خوبه. حالا این مایه رو ما برمیگردیم توی قابلمه و شکر رو بهش اضافه میکنیم. مایه مون هم ریختم تو و شکر رو بهش اضافه کردم. بعد از این مرحله میذاریم حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت آروم بجوشه تا کمی غلیظ بشه. بعدش دیگه آماده است که تو بطری بریزیم. بعد دقت کنید که بطری هاتون حتما استریل باشه که کپک نزنه.